سلام سلام، خوش اومدین به آموزش خالکوبی حرفه‌ای با علی حسامی قسمت پنجم. چه سرد شده آقا، چه برفی همه جا گرفته و سر تا سر اروپا سفید پوش شده و یه چند روزی و بعدم دیگه امروز تقریبا تموم شد. خب ضرورت داشتن مدل یا انتخاب مدل یا انتخاب خالکوب، در واقع انتخاب خالکوب دلیلش مشخصه. شما وقتی که میخواین یه طرحی رو بزنید رو بدنتون باشه، نمیخوام برین یه تیشرت بخرید که داره هفته دیگه بندازینش دور یا یه ماه یا سال دیگه عوضش کنید، رو بدنتون قرار تا آخر عمرتون بمونه. به خاطر همین میخواید کارتون رو پیش کسی انجام بدید که واقعا میدونه داره چی کار میکنه و نه حتما که تتو کار باشه. نه خب اون که جای خود نمیتونید پیش کفاش برین براتون تتو بزنن انتظار بشین راضی باشید، بایستی پیش یه خالکوب برید. منتها منظور اینه که خالکوبی که شما پیشش میرین، طرحی که میخواید براتون بزنه، در واقع تخصص داشته باشه توی انجام اون سبک تتو. یعنی اگه یه طرح هندسی یا با خطای خیلی صاف و صوف می‌خواید بزنید، پیش کسی برید که متخصص انجام خط باشه. لزوماً این کسی که نقاشی فوتورئال انجام میده میتونه مثلا صورت بکشه یا میتونه، این حتما دلیل نمیشه بتونه خیلی تو کار خط کشیدن خوب باشه. یا اگه یه کسی که کار حروف خطوط هندسی انجام میده، دلیل نمیشه بتونه خیلی قشنگ سایه روشن بزنه یا بتونه صورت انجام بده یا هر چیزی. به خاطر همین مهمه حتما نمونه کارهای طرفو نگاه کنید توی اون سبک و انتخاب کنید، بعد تصمیم بگیرید که پیششون تتو بزنید. و مسئله بعدی انتخاب مدل هست، در واقع مسئله اصلی این ویدیو هست که میخوایم راجعش صحبت کنیم. چرا اصلا باید مدل داشته باشیم؟ یکی از دلایل خیلی اصلی اینه که خیلی ها مردم میترسن که حتی اولین بار خال بکوبن یا تتو بزنن، با سوزن کار کنن، با دستگاه کار کنن. من کسایی رو میشناسم که آرتیستن، هنرمندن، خطاط هستن، نقاش هستن، خیلی کارهای قشنگی انجام میدن، ولی با بدن یه خورده میترسن، کار نکردن چون حقم دارن. به خاطر همین خیلی مهمه که یه کسی رو داشته باشید که به شما اعتماد کنه و حتما شما باید با ایشون صادق باشین. ایشون بدونن که شما تا حالا انجام ندادین یا مبتدی هستین و ایشون هم با شما صادق باشن. مثل کسایی که من براشون کار انجام دادم، براشون برام مشتری بیارن، دروغ نگن بگن تو تایلند انجام دادیم. به هر صورت صداقت خیلی مهمه تو کارتون و این یک فرصت هست برای شما که بتونید مشاهده کنید بعد از اینکه کار انجام دادیم چه اتفاقی براش میفته. چون اگه مشتری باشه بزنید بره دیگه برنگرده، نمیدونیم کاری که زدین نتیجه چی شده. ولی مدلتون پیشتون هست، میتونید دوباره ببینید. اگر کارش اشکالی داشته باشه میتونید تمدید کنید، ترمیم کنید، براش به اصطلاح انجام بدین که کار به نحو احسن انجام بشه. چون هر مدلی که شما دارین در واقع کارت ویزیت شما هستش. شما مردم میبینن میگه او چه خشنگه، کجا انجام دادی، کی کرده؟ میگه مثلا فلانی کرده. میگه خب باشه، آدرسشو من بده، شماره تلفنشو من بده من. پس به خاطر همین خیلی مهمه که داشته باشین. و یک چیز دیگه از مسائلی که وجود داره اینه که شما فرصت پیدا میکنید که روی نقاط مختلف پوست بدن کار کنید. یعنی در واقع یک شخصی که رو بازوش شما کار انجام میدین، با رو ساعدش انجام میدین، با مثلا روی پشتش بزنید یا رو پاش بزنید یا سینه‌اش یا شکمش بزنید، مسلماً پوستای اینجاها با هم دیگه فرق میکنه و این فرصت رو شما پیدا خواهید کرد که آشنایی پیدا کنید با این بخشای مختلف. و به هر صورت برای اون دوستتون هم خیلی خوبه، اون مدلتون هم بایستی گفتم رضایت داشته باشه و بدونه که این کار قرار انجام بده. و خیلی هم ترس به دلتون راه ندید، به خاطر اینکه قابل ترمیم هست همیشه تتو، مثل یک بوم نقاشیه. بله، پس مدل انتخاب کنید که یک مدل انتخاب کنید که ثابت باشه، که بتونید با یه تیر دو نشون بزنید. هم تمرین میکنید، هم براتون مشتری میاد، هم میتونید پیشرفت کارتون رو در گذر زمان ببینید که او این تتوها رو من مثلا 6 ماه پیش زدم، اینا رو الان زدم، ببین چقدر بهتر شده. و هم میتونید یک با پروژه بزرگ کار کنید روی اون شخص، روی یه آستین کار کنید مثلا، بعدن براش روی طرح بزرگ رو پشتش کار کنید. به خاطر همین برای تبلیغ کارتون هم خیلی خوبه که یه دونه مدل داشته باشید و هم برای پیشرفت کارتون خوبه. من یکی از کارهایی که میکردم، میرفتم تو محله های جدید، جای جدید که میرفتم، میرفتم آرایشگاه ها یا میرفتم تو محلی دوری میزدم، با یک کسایی میرفتم پیگیر میشدم که کی دنبال تتو تو کار تتو و خالکوبی است. بعد میرفتم یه بچه معروفی رو که یه خوده همچین قابل شناس بود و پر سرزبون دار بود و اینا رو برمیداشتم میوردم باهاش یه معامله میکردم، یا براش مجانی یا براش چیزی میگرفتم، مثلا یه کاری برام انجام بده یا یه چیزی بگیره یا یه پول کمی ازش میگرفتم براش یه کار انجام میدادم. ولی این در واقع تبلیغات من بود. شما هم احتمالا میتونید این کار انجام بدید. این قسمت نمیخوام خیلی طولانی بشه،
مدلتون رو هماهنگ کنید و همیشه همیشه هر موقع که دارید کار انجام میدید تمام دقت و تمرکزتون رو بذارید و فکر کنید که این اولین و این آخرین کاریه که شما دارید میزنید، دیگه نمیخواید، میخواید به بهترین شکل ممکن انجام بشه. و وقتی هم که رو مدل باشه خب مسلما بیشتر انجام میشه. نمیخوام دیگه، نمیدونم چی بگم دیگه و حرفی ندارم برای گفتن. تا برنامه بعدی با ما باشید و یه مدل خوب پیدا کنید.